با سلام خدمت همه عزیزان. اجازه بفرمایید سخنران رو، گرچه بیشتر همه میشناسید، ولی من از آلک کمی معرفی بکنم. دکتر حسن منصور در تبریز در دوران اشغال آذربایجان در یک خانواده سنتی زاده شد. پدر وی که شخصی سخت کوش، سخت گیر و زهد ورز بود، تربیت فرزند را در نهایت انضباط آمیخته به کار و انجام رساند. خانواده از مسائل اشغال آذربایجان بری نماند و کوچ به عراق از 3 تا 5 سالگی بر زندگی نخستین فرزند خانواده سایه انداخت. دکتر حسن منصور دوره‌های دبستان، دبیرستان و دانشگاه تا دریافت لیسانس را از دانشگاه تبریز در این شهر به سر آورد و برای طی دوره فوق لیسانس به تهران رفت. در تهران همزمان با تحصیل در دانشگاه به مدت 4 سال در مرکز آموزش‌های نیروی هوایی به تدریس زبان انگلیسی برای همافران و دانشجویان خلبانی پرداخت. همزمان به دعوت دانشگاه تهران کار ویراستاری انتشارات دانشگاه را به ریاست دکتر ابراهیم کوهستانی به عهده گرفت و با همیاری دکتر فرامرز بهزاد، دکتر محمود بهزاد، احمد آرام و جمع بزرگی از استادان و اصحاب قلم به تأسیس هیئت‌های علمی ویرایش همت گماشت. ثمره این دوره فشرده و پرتلاش ویرایش 258 کتاب درسی دانشگاه بود که تکوین آن مدیون همت و لیاقت دست‌اندرکاران و مدیران مؤسسه بود. حسن منصور در کنار حرفه دانشگاهی خود نیز به تألیف و ترجمه حدود 15 جلد کتاب همت گماشت و از جمله آنها باید از ترجمه چندین اثر از برتراند راسل، جوزف شومپیتر و بیتی باتمور نام برد. تحصیلات دکترای حسن منصور در دانشگاه لندن و مؤسسه تحقیقاتی انرژی در آکسفورد انجام گرفت و پایان نامه دکترای خود را در تحلیل نقش سرمایه در توسعه صنعت نفت ایران به انجام رساند. در دوران پرآشوب انقلاب دکتر حسن منصور در دانشگاه‌های تبریز و تهران به تدریس اقتصاد و تألیف و ترجمه چندین کتاب پرداخت و به دنبال انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها به دعوت مؤسسه اقتصاد استکهلم و آکادمی علوم سوئد راهی این کشور شد. دکتر منصور پس از خروج از ایران در تمام این سال‌ها در دانشگاه‌های سوئد، فرانسه و انگلیس به تدریس و پژوهش پرداخته، مسئولیت چندین پروژه اجرایی را عهده‌دار بوده و به طور پیوسته در زمینه اقتصاد ایران پژوهش کرده و آنها را در 10 مقاله و رساله انتشار داده است. وی در 15 سال گذشته بیش از 1500 مصاحبه رادیو تلویزیونی نیز انجام داده است. دکتر حسن منصور جدا از طی مدارج علمی و پژوهشی، ادیبی فرهیخته و فرزانه‌ای خودساخته است که وجودش موجب مباهات و سربلندی جامعه ایرانی است. انجمن توسعه و تجدد از اینکه با مشغله زیاد و کمی فرصت دعوت ما را پذیرفتند سپاسگزار است. جناب دکتر فرد. احسن. سپاسگزار بودم. با این بیان گیرا. صدای از بکنم آخرین باری که خدمت دوستان بودم زمانی بود که زنده یاد عبدالکریم عبدالحمید اشراق حضور داشتن، جایشون خالی و یادشون جاویدان بود. امروز دوستان یک صحبت از کنم خودمونی خدمت دوستان آوردم. برخی از این مسائل رو به صورت آکادمیک جای دیگه طرح کردم.
اینجا جامعه تر از فرمالیسم اکادمیکش بیرون آوردم مسئله رو که با هم بتونیم صحبت کنیم. موجز هست، چکیده است، ولی مطالبش زیاده. در نتیجه به صورت اونا رو عرض خواهم کرد تا زمینه باز بشود برای گفتگو که از نظرهای شما و از تذکراتتون استفاده بکنیم. دوستان عزیز، این نیاز به گفتن نداره که جامعه ایران بیماره. نشانه های بیماری رو خدمتتون چند تا بخونم. همه شما میتونید بر این نشانه ها که عرض میکنم نکات دیگر رو اضافه کنید. یکونین برابر شدن تولید ملی ایران از زمان انقلاب داره در برابر دوونین برابر شدن جمعیت ایران. معنیش اینه که حتی اگر توزیع به همون شیوه انجام میگرفت که نگرفته، سطح رفاه هر نفر به 65 تا 70 درصد اون زمان تقلیل پیدا میکنه. توزیع بسیار نامتعادل تولید ملی بین طبقات و اقشار جامعه، در اقتصاد میگیم رشد ضریب جینی، از 34 به 42 رسیده. یعنی هرچی بالاتر بره نشان اختلاف طبقاتی است و فقیرتر شدن اکثریتی از جامعه، غنی‌تر شدن اقلیت از جامعه رو نشون میده. بیکاری دو رقمی در صفوف نیروی کار که در میان جوانان تا 30 تا 50 درصد میرسد. ارقام رسمی رسم میکنم خدمتتون. سقوط 11 میلیون خانوار ایرانی به زیر خط فقر طبق گزارش مجلس. احراز رتبه 138 از آخر در شاخص فساد جهانی در میان 180 کشور، یعنی یکی از فاسدترین کشورهای جهان. احراز مقام 192 در رتبه بندی اعتبار پاسپورت‌های جهان در میان 198 کشور، شاخص بین‌المللی است. بعد از بنگلادش با رتبه 191، اتیوپی با نمره 190، اریتره با نمره 189 و سرزمین‌های فلسطین با نمره 188، یعنی ایران از این کشورها عقب‌تر قرار گرفته. تنزل سطح علمی دانشگاه‌ها و خار شدن اعصاب علم، فن و هنر در برابر اعتلای مقام خرافه تا سرحد قهرمانی، همه کار شدن امام جمعه ها، مداحان و روزخانان، تصدی رأس تمام سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی مهم به واسطه روحانیون دولتی، افزایش انکارناپذیر ناهنجاری‌های اجتماعی همچون تنفروشی، مشاغل مجرمانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش اعضای بدن، ابتلای حدود 1/3 جمعیت کشور به انواع پریشانی های روانی، افزایش جرم و جنایت و بروز جنایت های کم سابقه، رکورد شمار زندانیان، رکورد جهانی اعدام نسبت به شمار جمعیت، شیوع دروغ و ریا و به تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی که بر پایه اعتماد پا می گیرد، کاهش قباحت دروغ، تملق و رذالت، بی‌اعتنایی به کشور و ملت و فرهنگ ملی و تظاهر افتخارآمیز به ابتذال فرهنگی دوران شاه سلطان حسین صفوی و ده‌ها جلوه دیگر. خب اینا چند نمونه، چند سمپتوم از نشانه های یک بیماری عمیق. این بیماری چند لایه و چند جانب است. من
از جنبه اقتصادی این بیماری سخن خواهم گفت که در واقع در مرکز اینها قرار گرفت. در اقتصاد مفهومی داریم دوستان عزیز به معنای به صورت تعادل، اکیلیبریم، تعادل. وارد تفسیرها و تعاریف علمی این که روش کتاب ها نوشته شده نخواهم شد. معنایی که برای ما مطرحه، تعادل در چند جنبه اقتصاد ملی از ضرورت های گریزناپذیر. اگر وجود نداشته باشه نظام به هم میریزه و تجدید دوران خودش رو نمیتونه انجام بده. اجازه بدید از اولین بی‌تعادلی آغاز کنم. ملاحظه بفرمایید، در جامعه تولید انجام میگیره، توزیع انجام میگیره، دوباره بر اثر همون توزیع تولید انجام میگیره، دوباره توزیع انجام میگیره، این ادامه. یعنی این چرخه دو سمت دو طرف داره، یکی تولید، دیگری توزیع. برای اینکه توزیع بتونه انجام بگیره قدرت خرید لازم. قدرت خرید فقط به چهار صورت می تواند در جامعه حضور داشته باشه. چهار صورت: یکی مزد و حقوقه. کسانی که غالب ماها به اونا تعلق داریم یا حقوق می گیریم یا مزد می گیریم، یا کارمندیم یا مدیریم یا کارگریم. حقوق و حقوق و دستمزد، این یک حقوق که به صاحبان کار و تخصص تعلق می گیره. گروه دوم درآمد در سوده. سود به دارندگان واحدهای تولیدی، دارندگان سرمایه تعلق میگیره. پس حقوق، مزد، حقوق یک کاتگوری، کاتگوری دوم سود. کاتگوری سوم رانت. رانت به دارندگان ساختمانها و مزارع تعلق میگیره. کاتگوری سوم بهره است. بهره به دارندگان درآمدهای پولی تعلق میگیره، نظیر بانک‌ها بزن. جز این چهارتا درآمد دیگری نداریم در جامعه. مجموع چهارتا رو میگیم درآمد ملی. حالا دوستان ممکنه به نظر برسه مثل رشوه. آره، رشوه هم وجود داره، ولی رشوه جزء توزیع ثانویه محسوب میشه. یعنی از همین درآمدهای اولیه بنا به علل در شرایط معینی رشوه هم داده میشه و جزء درآمدهای اساسی در درآمد ملی تلقی نمیشه. چیزی هم بر اون اضافه نمی کنه، کم نمی کنه، چون از همون درآمد ها داده می شود. خب پس این چهار نوع درآمد باید برابری کند با مقدار تولید. تولید چیه؟ تولید هزاران نوع کالا، هزاران نوع خدمت. یعنی از کفش و جوراب و نون و مویز و آدامس گرفته هواپیما، اینا همه کالا هستن. خدمات از پزشکی، آموزش و پرورش، حسابداری، خدمات حقوقی، رقص، هنر، همه اینا خدمات یا کالاست یا خدمات. بیان قیمتی این کالاها و خدمات باید با بیان قیمتی اون درآمدهای چهارگانه توازن داشته باشه. اگر کالا بیاد به میدون، خدمات بیاد به میدون، ولی قدرت خرید در برابر اون حضور نداشته باشه، اون کالا و خدمات به فروش نمیره، اقتصاد دچار رکود میشه. خب پس این نخستین تعادل دوستان عزیز، تعادل بین تولید و توزیع. در دو حالت میشه به این قضیه نگاه کرد. یک در حالت ایستا، یعنی استاتیک، یعنی فاقد رشد. یعنی ما امسال 100 میلیارد تولید میکنیم، سال آینده هم 100 میلیارد تولید میکنیم، سال بعدی هم 100 میلیارد تولید میکنیم. در این صورت رشدی وجود نداره. یکی هم حالت رشد، اگر مثلا جامعه ویتنام 8.5% رشد داشته پارسال، معنیش اینه که در برابر 100 میلیارد سال سابق امسال 108 میلیارد تولید کرد. رشد وجود. من قضیه رو برای ساده کردن حالت حضور رشد رو کنار میگذارم و به حالت ایستای فاقد رشد توجه میکنم تا بتونم مفهوم تعادل و توازن رو نشون بدم.
در ایران از انقلاب به بعد تولید در سطح ملی انجام میگیرد. توزیع در حد امت انجام میگیرد. مرزهای ملت و امت با هم فرق میکنه. ملت کسانی هستند که در چارچوب مرزهای جغرافی ایران زندگی میکنند، یا مثلا از اونجا درآمد دارن، در اومدن خارج توریستن. اینا رو بگه ملت. ولی امت سوریه، لبنان، یمن، حزب الله، حوثی ها، زینبیون، فاطمیون، کشورهای برخی کشورهای آفریقایی، برخی کشورهای آمریکایی لاتین، اینا رو در بر میگیره. شما اگر در یک واحد تولید کنید، در واحد دیگر توزیع کنید، در دور دوم تولید دچار نقص میشید. یعنی اونی که اونجا توزیع میشه به عنوان قدرت خرید وارد چرخه تولید نمیشه. یعنی همیشه در تکرار، یعنی در بازتولید، یعنی در ریپرودکشن در اونجا دچار کمبود میشید. این اولین بیتعادلی است که تعیین کننده بسیاری از بیتعادلی های بعدی است. اولینش بس عنوانش بنده گذاشتم بیتعادلی میان تولید ملی و توزیع ملی. توزیع ملی به صورت توزیع امی یا امتی در آمده. این اولین مسئله است. وارد ارقام نمیشم. شما بگید دبر سوریه سالانه 16 میلیارد دلار، برای حزب الله ماهانه 700 میلیون دلار و و و اینها رو حساب بکنید. اینها مثل خونریزی مغزی است که داره انجام میگیره و رمق تولید رو در دور بعدی میگیره. چون برای تولید لازمه که تمامی قدرت خریدی که از دور اول تولید وارد شده، تزریق شده، وارد بازار بشن خرید کن. این نخستین مثلا. بیتعادلی دوم دوستان عزیز، بین اقتصاد، در اقتصاد یه طبقه بندی داریم. مسئله بسیار مهمی است، آنچنان مهم است که تمامی اندیشمندان بزرگ اقتصادی از 300 ساله به این سو هر کدوم اقلن 200-300-400-500 برگ از تحلیل‌های خودشون به اون اختصاص دادن. مارکس جلد دومه کپیتالشو به اون قضیه اختصاص داده. اون عبارت است از تفکیک اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی. این دو مفهوم رو تعریف کنم دوستان. اقتصاد واقعی چی؟ اقتصاد واقعی یعنی کفش، جوراب، نوسنگک، هواپیما، آدامز، هر چیز که میرون بیرون میتونیم بخریم، خدمات. اینا خب اقتصاد واقعی به هزاران جلوه ظاهر میشن. یعنی تمام سبزیجات، تمامی میوه ها، تمامی خوراکی ها، تمام پوشاکی ها، تمام خدمات، تمام پرواز ها، همه جزء اقتصاد واقعی هست. اگر اقتصاد واقعی رو برشماریم با ده هزاران قلم کالا و خدمت رو برو هستیم. خب اصلا اینا رو سنجیدنشون، مقایسه کردنشون محاله. شما چگونه میتونید خدمت رو با نون مقایسه کنید؟ توازن اینها رو به صورت کمی برآورد کنید که چند تا نونسنگک میشه برابر چند تا ویزیت دکتر. این فقط از رهگذر اقتصاد اسمی قابل سنجش و قابل مقایسه است. اقتصاد اسمی یعنی بیان پولی همون تولید و خدمات. در اینجاست که ایما هوموجنیزه میشن تمامی کالاها. یعنی شما با پول هم میتونید نون بخرید، هم میتونید لباس بخرید. وقتی 100 تومان دادید یه لباس، یک نوسنگک گرفتید و 10000 تومان دادید یک کت گرفتید، معلوم میشه کت 100 برابر نوسنگک ارزش داره. این برابر کردن فقط در پول معنی پیدا میکنه، ولی اقتصاد قابل سنجش نیست. پس تمامی تولید بیان پولی پیدا میکند. با پولی که ما بگیم تولید ملی ایران سالانه 410 میلیارد دلار،
اگه قرار بشه شماره اقلام رو بگیم، ده ها هزار جنس وجود داره، ده ها هزار خالا خدمت وجود داره، قابل سنجش، قابل مقایسه نیستن. پس خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، خب اقتصاد پولی، بیان پولی از طریق پول سنجیده میشه، پس باید نسبتی دایر باشه بین مقدار پول، حجم پول و مقدار تولید ملی یعنی کالاها و خدمات. این نسبت وجود داره و نسبت کمی است و حساسه، یعنی یک صدم تغییر در اون سبب تغییر قیمت ها میشه. حالا اقتصاد واقعی رو کی تولید میکنه؟ کارگران، کارمندان، مهندسان، دکتران، تمام کسایی که به فعالیت، به بدو بدو، بقاله ها، عطارها، تمام اینا اقتصاد واقعی رو اینا بدید میاره. اقتصاد اسمی رو کی بدید میاره؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی پول رو بدید میاره. وارد مکانیزم این نخواهم شد مگر سوالی باشه. مکانیزم بسیار بغرنجی، فقط هم فرصت استفاده کنم عرض کنم که بانک مرکزی یکی از بزرگترین، شکوهمندترین و عظیمترین کشفیات بشر. بانک مرکزی اهمیت کشفش به اندازه کشف آهن بیشتر، کشف چرخ معنی داره. بانک مرکزی یکی از مدرن‌ترین نهادهای بشری که لازمه آن وجود دولتی مستقل و استقلال بانک مرکزی از این دولت. برای که بانک مرکزی که مستقل نباشه، معیار سنجش کار اون دولت در دست خود دولت باقی میمونه. بانک مرکزی پول رو میاره به میدون، پول میشود معیار سنجش و با همون پول کارکرد دولت هم سنجیده میشود. پس اینجا مقوله بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و از ضرورتش این طرح میشود. ولی اینکه بانک مرکزی حجم پول رو چگونه باید کنترل کنه واردش نمیشم، روی مقالات جداگانه نوشتم که در تمام کتاب‌های اقتصادم وجود داره. حالا اینجا صحبت من بر سر توازنه میان اقتصاد اسمی یعنی پول نومینال و اقتصاد واقعی یعنی کالاها و خدمات. این نسبت رو بانک مرکزی مسئولش حفظ کنه، یعنی بانک مرکزی به نام تعریف مسئول حفظ قدرت خرید پول ملی است، وظیفه دیگری هم نداره. در آمریکا فدرال رزرو وظیفه رشد را هم به عهده‌اش گذاشتند، بحث دیگری است، ولی عمده ترین وظیفه همون فدرال رزرو هم دوباره حفظ قدرت خرید دلار در سطح ملی و در سطح جهان. خب این چگونه انجام میده؟ با کنترل میزان پولی که در جریان. اهرم‌های سه‌گانه ای داره، واردش نخواهم شد. با اون سه تا کلاچی که زیر پای بانک مرکزی هست، این میتونه مقدار پول زیاد کنه، کم کنه، مقدار پول زیاد کنه، کم کنه. دو تاشون دراز مدتند، از این نظر از اونا زیاد استفاده نمی کنند. یعنی تغییر دادن نرخ بهره چون خیلی چیز داره به هم میزنه، این هر روز نمیتونه عمل کنن. یا تغییر دادن نسبت ذخیره از پسنداز، اینم دراز مدت همه چی رو به هم میزنه. ولی خرید و فروش اوراق بهادار در بازار هر روز انجام میده. هر روز ساعت 10 فدرال رزرو تصمیم میگیرد که چه مقدار امروز میخواد باند بفروشه، چه مقدار بخره. وقتی باند رو میفروشه پول رو جمع میکنه، یعنی پول کم میکنه، ترمز میکنه روی پول. وقتی که میخره پول رو تزریق میکنه و رگهای اقتصاد پول زیاد میکنه. برای اینم سنجشاش 1001 شاخص جدی دارند و متخصصانی روش کار میکنن. هر روز ساعت 10 تمام خبرنگاران در اتاق انتظار تصمیم گیران هستن که ببینن که امروز چه تصمیم گرفته شد. میگن امروز 4 میلیارد، امروز 40 میلیارد، امروز 20 میلیارد فلان چیزی میخریم، فلان چیزی میفروشیم. این هم در بورس منعکس میشه، روی قیمتا اثر میگذاره. وارد این مغزای دلانگیز در این حال بغرنج نمیشم مگر سوالی باشه. خب اگر توازن حجم پول با حجم کالاها و خدمات اینقدر حساس و حیاتی است، چه اتفاقی میافتد که
حجم پول چندین هزار برابر بشود و تولید شما فقط 1.5 برابر بشود. نتیجه این میشه که سطح قیمت در داخل کشور حدود 5 تا 6-7 هزار برابر بالا میره. قیمت جهانی پول هم 1.07 دلار میشه 1 دلار ارز کنم 10,000 تومانی، 12,000 تومانی، 15,000 تومانی. یعنی تورم نتیجه این بیتعادلی است. پس بیتعادلی دوم بیتعادلی میان اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی است. گر اقتصاد ایران با تمام من در مطالب دیگری به صورت آمار ارقام نشون دادم قضیه چگونه است، چگونه این نسبت ها به هم میخوره، چرا به هم میخوره، مهمترینه. چون سوالی که همیشه مطرح میشه، خب بانک مرکزی مگه مسئول نیست، چرا کنترل نمیکنه؟ برای این که فقط کوتاه عرض کنم، برای اینکه بانک مرکزی در ایران بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تحت امر دولته. بانک مرکزی اسیر مافیا هاست. وقتی بانک ها و بنیاد های غیر بانکی ذخیره قانونی خود رو به بانک مرکزی نمیسپارند، بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما زورمون نمیرسه از اینا بگیریم. اونا چرا برگردونن؟ 140-180 هزار میلیارد تومان بدهکار بانک مرکزی هم. چرا بدن؟ در بیرون با 30%-40% این رو بدن به وام، ربا، گردش، سود. بانک مرکزی رو که بهشون پول نخواهد داد، هم پول بر نمیگردونن. و چون زورشون میرسه با بانک مرکزی، بانک مرکزی مثل طفل یتیمه، فقط درخواست میکنه پول بده، اونم نمیده. پس این برمیگرده به یه مسئله ساختاری در جامعه و اقتصاد و سیاست ایران. پس داشته باشیم تا کنون دو تا بیتعادلی هست کردم. بیتعادلی میان تولید و توزیع، بیتعادلی میان اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی. بیتعادلی سومی وجود داره و اون این که برای هر واحد تولید ملی که انجام میگیره مقداری سرمایه لازم. اینو میشویم Capital Output Ratio، یعنی نسبت سرمایه به تولید. شاخصی است ناشی از تکنولوژی، بستگی به تکنولوژی در صنعت. کدوم صنعت؟ بعضی صنعتی کاربر هستن، بعضی ها سرمایه بر هستن. خب هر چه سرمایه در باشه، مقدار سرمایه در صنعت پولاد مثلا، در اتومبیل سازی، مقدار سرمایه نسبت به کار خیلی بیشتره، بالاتره. این ذره رو بگیریم متوسطش عرض کنم. امروز در برابر هر دلار که تولید می شود در اقتصاد ایران، ما در حدود 5 دلار سرمایه لازم داریم. یعنی وقتی 400 میلیارد دلار تولید میکنیم، نیاز داریم به 5 برابر اون سرمایه. اگر این سرمایه کمبود پیدا بکند، جلوی تولید گرفته میشه. پس این توازن سومه که لازم داره. سرمایه ساختار داره، یعنی بخشی از اون در بطری زیربنایی، بخشی از اون در ساختمان، بخشی در ماشینالات، بخشی در تکنولوژی، بخشی در کامپیوترها، اینجوری سرچینه میشه. این بخشای متفاوت سرمایه با ذرائب گوناگون فرسایش پیدا میکنند، یعنی دیپریسیشن. یعنی هر سال 1/10، 1/5، 1/3 یا 1/40 این سرمایه فرسوده میشه، با جاگزین میشه. اگر ساختمون سرمایه شما هر 50 سال 40 سال این کهنه میشه، باید عوض کنید، مرتب تعمیر کنید. اگر کامپیوتر هر 5 سال مثلا 3 سال 4 سال باید عوض کنید. اگر اسباب کوچک نظیر چکش و وسیله ممکنه سالانه 1-2 بار بتونید عوض کنید. مجموعاً برای 1 واحد تولید آمار را عرض میکنم، حدود 5 واحد سرمایه لازم داریم. حالا به این قضیه نگاه کن. برای اینکه این سرمایه حفظ بشود، از تولید ملی سالانه باید حدود 30% تزریق بشود دوباره به سرمایه. اینو کی تزریق میکنه؟ طبیعی است که دستمزد تزریق نمیشه، از سود تزریق میشه.
گیرندگان سود که صاحبان صنایع هستند، اینا بخشی از درآمد خودش رو دوباره سرمایه گذاری میکنن. در نتیجه نرم سرمایه گذاری در کشورهایی که رشد متعارف دارند حدود 30%، یه سال ممکنه 25%، یه سال 35% بشه. اگر این نباشه ساختار سرمایه به تحلیل میره. این یک نوع فرضایشه. فرضایش دومی هم وجود داره. اینو میگیم اوبسولسانس، اوبسولسانس. اینو میگیم فرسودگی فنی. یعنی من امروز کامپیوتری میخرم، در کارخونه میدارم کار میکنه، خیلی هم خوب کار میکنه، 4 سال بعد، 2 سال بعد، سال بعد مدل دیگری از کامپیوتر میاد بیرون، از نظر فنی بهتر. من اسم میکنم به من میصرفه، کامپیوتر جدیدی بخرم، این کهنه دست دوم بفروشم، به مفت بفروشم. این میگه اوبسولسانس. برخی از عوض شدنها عوض شدن فنی است، نه فرسودگی. وارد سنجش معیارها هم نمیشم. بین اقتصاددانان و حسابداران در این زمینه اختلاف جدی وجود، اختلاف تفاوت وجود داره. برای اینکه حسابدار طبق دستوری که اداره مالیات بهشون میده میگن هر کامپیوتر 3 ساله مسلط کنید. یعنی من سرمایه گذار که 10,000 دلار دادم سرمایه این کامپیوتر خریدم، 3,300 دلارش هر سال کم میکنن که سرمایهش مسلط شده. در حالی که اقتصاددان اینجور عمل نمیکنه. اقتصاددان نگاه میکنه که این سرمایه هنوز کار میکنه یا نمیکنه. اگر تا 6 سال، 5 سال، 8 سال هم کار بکند، این جزء سرمایه محسوب میکند. به این ترتیب وارد در موارد متعدد بین حسابدارها و اقتصاددانها تفاوت وجود داره. این یک از موارد. خب، برگردم اصل قضیه. توازن بین مقدار تولید و حجم سرمایه یکی از تعادل‌های ضروری. اگر سرمایه کفایت نکند برای تولید، تولید دچار نقص میشه، تولید دچار شکست و ضعف میشه. آمار نشون میده طی 40 سال گذشته سرمایه گذاری در ایران در حدود 8%، 10%، 12% بوده به طور متوسط. یعنی 30% سرمایه گذاری انجام نگرفت. ساختارهای سرمایه فرسودند، ناوگان حمل و نقل کهنه است، از بین رفته، ماشینالات کهنه، دچار کهنگی فنی شده. در نتیجه ساختار سرمایه فرسوده و از توان افتاده. سرمایه داخلی رو به فرار بوده، سرمایه خارجی جذب نمی شود. پارسال کشورهای همسایه ایران، عربستان سعودی، ترکیه، هر کدوم در حدود 16 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جلب کردند. ایران فقط 4 میلیارد دلار تونست جلب کنه. در حالی که ایران با توانش میتونست نیاز 300 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کردن که جذب کنیم به سرمایه. در برابرش 4 میلیارد دلار جذب میشه. به این ترتیب. بی‌توازنی سوم. بیتوازنی، بیتعادلی میان حجم تولید و حجم سرمایه است. از این مقوله بگذرم به مقوله دیگری میرسم. اقتصاددانان جدا از سرمایه ثروت رو هم میزنجن. گزارش سرمایه ملی National Capital و ثروت ملی National Wealth برآورد کرد برای سنجش سرمایه و تولید ملی متدهای بسیار دقیقی که در فرمت‌های حسابداری تعریف شدند از سوی سازمان ملل تدوین شده و به تمام اعضا تحمیل می شود. همه باید در اون فرمت‌های ارائه کنند حساب‌های ملی رو. ولی تخمین یا ارزیابی ثروت ملی به این راحتی نیست، برای اینکه خیلی از چیزا ارزش گذاریش مشکله. خب در این سرمایه ثروت اجتماعی چی رو منظور میکنیم؟ در اینجا راه ها، پل ها، فرودگاه ها، شبکه های حمل و نقل، شبکه های مخابراتی، شبکه های اینترنت، آب و هوا، بارندگی، پستی و بلندی، توپولوژی، معادن، همه اینا منظور میشه. خب ببینید که ارزیابیش مشکل.
هر روز ارزیابی ما از صنعت نفت که چه مقدار داریم تغییر میکنه، بستگی به تکنولوژی و تجسس. کل معادن چقدره نمیدونیم، در نتیجه ارزیابی و مشکله. ولی یه نسبتی وجود داره بین معمولا حجم ثروت ملی در قیاس با سرمایه ملی بین 5 تا 10 برابر و بیشتر برمی‌گرده. یعنی ثروت ملی ظرف سرمایه ملی است. اگر اون ظرف تنگ بشود، یعنی اگر رودخانه های ما کار بیفته، اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، اگر رودخانه کارون شور بشه، زمین های کشاورزی میخشکه، تولید از اون اثر منفی میپذیره. در نتیجه ثروت ملی ظرف تولید و باز تولید سرمایه ملی است. سرمایه ملی هم گفتیم که حدود 5 برابر تولید ملی است. پس بی‌تعادلی چهارم عبارت از این شد: بی‌تعادلی میان تولید ملی و ثروت ملی. آخرین بی‌تعادلی، بی‌تعادلی پنجم، اون عبارت است از بی‌تعادلی تولید ملی با سرمایه اجتماعی، کپیتال سوسیال. کپیتال سوسیال، سوشل کپیتال، از تعریف اقتصاددان ها عبارت است از اعتماد میان آحاد مردم نسبت به هم دیگه در دنیای کسب و کار، اعتماد مردم به چک هم دیگه، به سفره هم دیگه، برات هم دیگه، اعتماد ملت به دولت، اعتماد خواهر به برادر، برادر به خواهر، اعتماد تاجر به فروشنده، به خریدار، که اجازه میدهد اینا با هم مرابطه کنن، به هم نسیه بدن، به هم اعتبار بدن، حرف هم دیگه مثل باند بپذیرن، به عنوان سند و پول بپذیرن، بگن شما فرمودید، مال من قبول کردم، مال من، این مالو به شما داده. در این جامعه که ما اون حالت سنتی رو نداریم، به قرارداد شما، شما میدونید دستگاه عدلیه بسیار دقیقی وجود داره که اگه قرارداد امضا کردید عمل نکردید میبرن جلوی دادگاه. در نتیجه دستگاه قضایی پاک و سالم ضامن اجرای قرارداد هاست. این عمل اعتماد اجتماعی رو بالا میبره. در ایران عزیزان همه میدونن اعتماد اجتماعی به پایین در این حد تاریخ خود رسیده، به طوری که این چشم از اون چشم میترسه، این دست از اون دست میترسه، به مردم، به دولت اعتماد ندارن، دولت از مردم میترسه، مردم به همدیگه، آحاد بیزنس به هم اعتماد ندارن. کافی شما آمار چک های نکول شده رو ببینید. در این شهر کوچیک هزارها میلیارد تومان چک نکول میشه، آمارشو دارید، برمیگرد این اعتماد رو از میان برمیگیری. حدود 1/3 چک های صادر شده در ایران به طور متوسط نکول میشه، رد میشه، یعنی برگشت میخوره. خب در این صورت کسب و کار غیر ممکن میشه. بعدی کرده بودم که فقط ذکر مصیبت نکنم، بگم که خب مسائل عمده اینه، چاره ها چیه؟ در مورد بی‌تعادلی اول، یعنی میان چرخه تولید و چرخه توزیع، شرط درمان آن است که حاکمیت کشور مال ایران را حق لاینفک ایرانی بداند و از توزیع آن در میان امت خودداری کند. خب جمهوری اسلامی میتونه بکنه، نمیتونه دولت دیگری باید بشینه که این کارو بکنه، ولی بیماری اونجاست. در مورد بی‌تعادلی دوم میان اقتصاد واقعی و اقتصاد اسمی، یعنی تولیدی و حجم پول، شرط درمان آن است که مدیریت نظام پولی کشور از اراده آزاد مردم نشأت کند و مسئولیت خود را در برابر مردم کشور در حفظ قدرت خرید پول عملی بکند. یعنی بانک مرکزی اولا با سالم باشه، دوم که از دولت باید مستقل باشه. دوباره این نظام اگه میتونه بکنه، اگر نمیتونه با جاش بسپاره به دیگرانی که اینگارو میخواهن و میتوانن بکنن. در مورد بی‌تعادلی سوم، یعنی بی‌تعادلی میان جریان تولید ملی و تشکیل سرمایه،
شرط درمان آن است که مدیریت بسترسازی اقتصاد کشور، یعنی دولت کارش اقتصاد نیست، تولید نیست، دولت وظیفه‌اش بسترسازی برای تولیده، یعنی تأمین امنیته، تأمین شرایط کسب و کاره که اصحاب حرفه و کار بتونن به کار بپردازن. شرط درمان آن است که مدیریت بسترسازی اقتصاد کشور از ظرفیت‌های کلان تولیدی اون استفاده کند، کارها به کاردان بسپارد، مدیران کارآمد بپروراند، ریشه فساد بخشکاند، مجالهای سرمایه گذاری بیافریند و اونگاه از تولید رشد یابنده حدود 1/3 به سرمایه گذاری اختصاص یابد. سرمایه های مادی و انسانی ایرانیان با سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش های پیشران اقتصاد بیامیزد و موتور تولید ثروت را به غرش دهد. در مورد بی‌تعادلی چهارم، بی‌تعادلی میان تولید ملی و ثروت ملی، شرط درمان آن است که حاکمیت کشور به طبیعت و محیط زیست کشور مهر ورزیده و احترام بگذارد و از همه عرصه های آن چون مردمک چشم مراقبت به عمل آورد و این آب و خاک و هوا را برای امروز و نسل های آینده حفظ کند. و در مورد بی‌تعادلی پنجم، یعنی بی‌تعادلی میان تولید ملی و سرمایه شمال، شرط درمان آن است که آپارتاید خودی و غیر خودی برچیده شود. مردم هم اعتماد کنند که ما همه ایرانی هستیم، همه از قدر برابر برخوردارن، به ازای خدماتی که میکنن در برابر قانون هم همه برابرن. تکرار کنم، در مورد بی‌تعادلی پنجم، بی‌تعادلی میان تولید ملی و سرمایه اجتماعی، شرط درمان آن است که آپارتاید خودی و غیر خودی برچیده شود، ریشه فساد و فامیل بازی خشکنده شود، با میدان دادن به استعدادها و ابتکارها، با نوسازی نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، با پاسخگو کردن همه مسئولان ریز و دروش در برابر مردم، با برپا کردن یک نظام غذایی سالم و مدرن و سریع و دستیاب، اعتماد اجتماعی ویران شده بازسازی شود و سرمایه اجتماعی سرشار پدید آورده شود. خیلی متشکرم. در مورد این اثر نقدینگی روی بالا رفتن قیمت ها و افت ارزش ریال، این هم تو جناب علی فرمودید این وظیفه بانک مرکزی در حقیقت نقدینگی رو در سطح میگرد داره که این تعادل حفظ بشه. من یک چیز تصنعی هم من فکر میکنم در ایران هست و اون این است که هر وقت دولت درآمد ارزش کاهش پیدا میکنه، تصنعاً ارزش دلار رو بالا میبره برای اینکه تسلیم کنه به ریال و بتونه هزینه هاش ده. برابر این فاکتور تصنع در قیمت روزمره ریال بنده فکر میکنم یه فاکتور مهم است. کاملا درست نظرت. ببین، بانک مرکزی یه سیاست مالی داره، وزارت اقتصاد یه سیاست مالی داره، اقتصاددان ها سیاست پولی مالی و بین اینا صحبت میکنن روابطشون. سیاست مالی یعنی جمع کردن مالیات و هزینه کردن در جاهایی که باید زیر ساخت انجام بگیرن. سیاست پولی یعنی کنترل مقدار پول به منظور کنترل ارزش قدرت خرید پول. همه دور از کردن برای اینا مکانیزمای بغرنجی در بانک مرکزی وجود داره که گفتم سه تا از این سه تا عرض کنم. بانک مرکزی از دو تا در دراز مدت و یکی در کوتاه مدت عمل میکنه. اینجا میگیم بانک مرکزی دارای سیاست پولیست. دولت‌های جمهوری اسلامی هرگز دارای
سیاست پولی نبوده اند. به جای سیاست پولی سیاست بودجه‌ای دارند. سیاست بودجه‌ای یعنی شما به جای آنکه مقدار تسعیر، نرخ تسعیر یعنی نرخ دلار با توجه به میزان صادرات و واردات تعیین کنید که توازن صادرات واردات حفظ بشه، با توجه به نیاز بودجه به ریال تنظیم میکنید. در نتیجه امسال مثلا به بودجه برنامه بودجه امسال اشاره بکنم، ببینید امسال دولت ایران 448 هزار میلیارد تومان، یعنی 448 تریلیون تومان بودجه داره. از این بودجه حدود 130 تریلیون تومان از طریق نفت با درآمد حاصل بشه، حدود 152 153 تریلیون تومان از طریق مالیات و بعد سه رقم دیگه از طریق فروش اوراق بهادار، از طریق جرائم و غیره باید حاصل بشه. در اینجا درآمد مالیاتی اون 153 تریلیون تومان سنوات نشون داده که دولت هیچ وقت نتوانسته دهم مالیاتی اعلام شده تصویب شده تصویب کنه، حدود 60-70 درصدش وصول میشه، در شرایط رکود کمتر وصول میشه. وانگهی اگه درآمد نفت کاهش پیدا بکنه، درآمد مالیاتی خود به خود کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای کسب و کار با درآمد نفتی میچرخن. مطالعات اقتصاددان نشون میده که اگر یک دلار از درآمد نفتی کاهش پیدا بکند، حدود 3-5 دلار از میزان سرمایه گذاری دولت‌های اوپک کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی درآمد نفتی شما قابل وصول نباشه، درآمد مالیاتوت هم کم میشه، اوراق مشارکت هم مقدار خریدش در بازار کم میشه، برای اینکه رکود وجود داره. از سوی دیگه اعتماد کمه بین دولت رو میده. نشه درآمد دولت منقبض میشه. هزینه های دولت چطوره؟ هزینه های دولت رو به انبساطه، کارش هم نمیشه کرد. بزرگترین هزینه دولت عبارت است از پرداخت حقوق 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر. 4 میلیون اینا شاغلن، 4.5 میلیون اینا بازنشستن. صندوق های بازنشستگی هم عموما خالی هست. دولت باید سر بودجه ترمیم کنه حقوق اینا. پس اینو نمیشه کمش کرد. حدود 300 تریلیون تومان این برداشت است. یارانه های مستقیم رو هم دولت باید بپردازه. در نتیجه درآمد دولت محدود و محدود در شونده منقبض شونده. هزینه های دولت بزرگ و بزرگتر شونده. حالا یک عامل دیگر بزرگتر شدن مقوله تورمه. شما سال اول بودجه، اول سال بودجه رو میبندید، بگید که من میخوام 400 میلیون تومان 400 میلیارد دلار هزینه کنم. خب تا آخر سال 30% تورم دارید. شما که اینه امروز خرج نمیکنی، در جریان سال میخوای خرج کنی. در جریان سال برای اون پروژه‌ای که منظور کردید شما 10%، 20%، 15% بیشتر باید هزینه کنید، چون تورم اومده. در نتیجه هزینه های شما رو به افزایشه، درآمداتون ثابت در رو به کاهشه. در اینجا دو تا راه برای دولت میمونه چیکار باید بکنه. یکی از راه ها تغییر نرخ ارزه. دولت اگر سال گذشته 3500 تومان میداد به بانک مرکزی، یه دلار میداد 3500 تومان میگرفت، امروز اعلام کرده در این بودجه برای هر دلاری 5800 تومان میگیره و نوبخت گفته که تا 7000 تومان و 8000 تومان هم ممکنه برداره. یعنی در برابر دلاری که تحویل میده حجم ریالی بیشتر میگیره، یعنی تورم رو نه فقط به رسمیت میشناسه بلکه تورم رو به صورت رسمی تزریق میکنه در سیستم. راه دومی داره دولت، اون چیه؟ راه دوم آنچیست که به صورت عامیانه بهش میگن چاپ پول. دولت از همون روز اول به استقراض از بانک مرکزی، چون بانک مرکزی استقلال نداره، یک اداره دولتی است، استقراض از بانک مرکزی یعنی پول چاپ میکنه وارد سیستم میکنه و سالانه طبق آمار رسمی هزارها میلیارد تومان
به نقدینگی اضافه میشه. این کمر پول ملی رو میشکنه. در نتیجه این که فرمودید کاملا درسته. این دلیلش اینه که در ایران سیاست پولی که وظیفه بانک مرکزی وجود نداره، به جاش سیاست بودجه‌ای وجود داره و کسری بودجه از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل میشه. کاملا درسته. در مورد بودجه می‌خواستم یک نکته رو خدمت عرض کنم. امسال همونطور که فرمودید از نظر دلاری پیش بینی این است که 25 میلیارد دلار درآمد نفت خواهند داشت. درست. به فرض آنکه این معافیت تحریم ها به طور کامل انجام نشه، بنده پیش بینی این است که شاید صادرات ایران یه چیز در حدود بین 500 هزار الا 700 هزار بر این اساس با قیمتی که اینها در بودجه گذاشتن درآمد ایران کمتر از 15 میلیارد خواهد شد، یعنی 10 میلیارد کمتر از اون چیزی که در بودجه گذاشتن. واقعا اینو چجوری میخوان پر کنن؟ بعد شما ما کارشناس نفت نرام خیلی دقیق میدونید. درست. دوباره فقط اون دو مکانیزم سوم وجود نداره. ببینید اینا میتونن از خارج وام بگیرن ولی اینا نمیتونن. نمیتونن. بازارهای خارج فروش باندهای ایران رو تحریم کرده. دانش نمیتونه. راه خارج بسته است. در داخل اینا نمیتونن سرمایه وارد کنن از خارج. سرمایه خارجی یا ایرانی یا خارج به ایران نمیره. بلکه از ایران مرتب خارج میشه. دوباره تنها اون راه میمونه. یا باید نرخ تسعیر رو بالا ببرن. عملاً این کارو میکنن. ببینید عملاً شما 12 میلیارد دلار رو به اون قیمت وارد بودجه میکنید، بقیه رو در بازار آزاد به 12000 تا 14000 میفروشید. یعنی بازار آزادی که ارز رو میفروشه مال کیه؟ ارز بانک مرکزی رو میفروشه. در حالی دولت به صورت رسمی 5800 تومان یا 7000 تومان رو اعلام میکنه، در عمل به 14000 تومان میفروشه و اون هزینه میکنه. نتیجه این است که عملاً پذیرفته است که این اقتصاد من هر روز باید باد بکنه اقتصاد اسمی و متورم بشه. یعنی قدرت خرید پول ملی هر روز به صورت رسمی به اعلام شده کاهش پیدا میکنه. بفرمایید. خیلی متشکرم. سوال بسیار جالبی بود جناب دکتر مینا. بفرمایید. خیلی ممنون. آیا یه مکانیزم ضد تورم وجود داره؟ یعنی تورم منفی به اصطلاح، یعنی و اسمش چیه و خطرش چیه؟ آیا خطر داره کشوری که درآمدشون بیشتر از احیانا خرجشونه؟ و من نمیدونم مکانیزمش چیه ولی میگن یه مکانیزمی که خطرناکه. درست. برای اقتصادی کشور. درسته. برای هر کشوری خطرناکه. ببینید ضد تورم تنزله. خطرش چیه؟ شما وقتی امروز ببینید که قیمت ها رو به نزوله، از خرید خودداری میکنید. اتومبیل میخواستیم بخریم، میگه چرا امروز بخرم؟ دو ماه دیگه بخرم، ارزان‌تر میشه. خونه میخواستیم بخرم، میگه چرا امروز بخرم؟ فردا بخرم، ممکنه 10000 تومان 3000 تومان پایین‌تر بخرم. در نتیجه جلوی هزینه کردن میگیره. اون پول اسمی یعنی اقتصاد اسمی که باید جریان بیفته نمیفته. در نتیجه تنزل پدید آورنده رکود. تنزل اونجاییست که مقدار حجم پول از مقدار تولید واقعی کمتر باشه. در نتیجه اینجا وقتی پول به جریان نمیفته، خود به خود حتی اون جریان هایی که در جامعه بیباز خرید میکردن خودداری میکنن از خرید و این رکود رو دامن میزنه. رکودی که در برابر شارعی امرن نداریم. ببینید ما یک بیماری جدید باش رو برو شدیم اواخر دهه 70، بیماری به نام رکود تورمی. چون تا اون وقت قضیه اینطوری بود که یا رکود بود یا تورم بود. اگر رکود بود شما پول پمپاژ میکردی به سیستم، رکود از بین میرفت. اگر زیادی پمپاژ میکردی تورم بدید میومد. اگر تورم بود میومدی یه مقدار رکود تزریق میکردی، یعنی جلوی سرمایه‌گذاری دولتی رو میگرفتی، برخی هزینه‌های دولت حذف میکردی، حجم پول کمتر میشد، در این صورت تورم از بین میرفت. در اینجا رکود پادزهر تورم بود، تورم پادزهر رکود. اما در دهه 70 این بیماری دو سر پدید اومد، رکود تورمی. هم رکود وجود دارم تورم. تو نمیتونی برای کشتن تورم رکود ایجاد کنی، برای کشتن رکود تورم ایجاد کنی، چون دوتا با هم حضور دارن.
این بیماری دو سر دو جون اقتصادان ها را آنچنان گرفتار کرد که سامینسون برنده جایزه نوبل یه روز گفت در مصاحبه که من هر روزی که جلوی آینه قرار میگیرم ریشمو بزنم از خودم خجالت میکشم که ما نون این مملکت رو میخوریم از تشخیص یک بیماریش ناتوانیم. اواخر دهه 80 77 78 این بیماری کشف شد که موضوع چیه. اجرای این افتاد به دوش دو قهرمان تاریخی، رونالد ریگن، مارگارت تاچر. علی‌رغم اینا در زمینه‌های بدنامند، به ویژه مارگارت تاچر، اینها این نسخه رو پیاده کردند، یعنی رکود تورمی رو کشتند. اینا فهمیدن با اون کشف، خانم تاچر با نسخه آقای هایک به میدون اومد. آقای ریگان با نسخه مونیتریسا به میدان آمد. هر دو در این نظر اشتراک داشتن که این بیماری ریشش کجاست. این بیماری ریشش در تسلب ساختارها بود. تا ساختارها رو دگرگون نکنی، مکانیزم پولی تو اثری روی قیمتا نمیذاره. یه نمونه عرض کنم براتون. ببینید، در انگلستان بیکاری 18% بود، تورم 20% بود، یعنی هم رکود بود هم تورم. اگر بیکاری 18% باشه به صورت منطقی و عقلایی چیکار باید چه اتفاقی بیفته؟ باید موضع کم بشه دیگه، این همه بیکار وجود داره، موضع کم نمیشد. سندیکاها با درآمدهایی که داشتند و با نفوذهایی که داشتند و با وامهایی که میتونستن آقای قذافی بگیرند، حقوق کارمندان بیکار رو میدادن که به دستمزد کم تن ندید. انحصارا چیکار میکردن؟ اونم جنسشون فروش نمیره، قیمت پایین نمیبردن. به مردم کجایی که مجبورن میخرن، مجبورن نباشن ما اجباری برفروش ندیم. در نتیجه اونجایی که عرضه و تقاضا باید به قیمت عکس عمل نشون بده در صورت وجود رقابته. رقابت وجود نداشته باشه این مکانیزم عمل نمی کنه. کشفشون این بود. جراحی در ساختارها کاری بود که ریگان در آمریکا انجام داد، تاچر در انگلستان انجام داد. دانشجو بودیم ما، داد و قال بلند شد که خانم تاچر هوادار سرمایه‌دارهاست. به خاطر سرمایه‌دارهاست که نهضت کارگری اسکارگیل رو سرکوب میکنه. همه هم باور کردیم، خود ما هم در الیسی تظاهرات میکردیم علیه خانم تاچر. ولی وقتی دیدیم که خانم تاچر این شکوندن انحصار رو فقط در سندیکای کارگران انجام نداد، بلکه بورس لندن رو هم شکوند، انحصارهای اونجا رو هم ترکوند. اونجا معلوم شد با یه نسخه بزرگتری عمل میکنه، میخواد انحصارها رو از بین ببره و بازار رقابتی بده بیاره. نتیجه کوتاه سخن، The sick man of Europe که اون روز میگفتیم انگلستان، بریتانیا، was the sick man of Europe، مرد بیمار اروپا تبدیل شد به قهرمان رشد. امروز هم حتی با این بیماری برگزیت یکی از تناورترین اقتصادهای اروپا است، پنجمین اقتصاد جهان، نتیجه اون رفورم ها بود. در نتیجه اون مسئله ها، رکود با تورم، رکود با تنزل، اینها بیماری‌های ساختاری است. راه حل های ساختاری داره که باید عمل بشه. راه حلی که بارها ببینید این متول شد تو توضیح من کوتاه کنم، عرض کنم که در ایران آقای دکتر نیلی و همکاران که مشاور دولت آقای روحانی بودند طرحی دادند برای اصلاح. در اون چند سال اول آقای روحانی طرحی اینا رو عمل کرد، تورم از 43% دوران احمدی نژاد به حدود 10-11 حد گفتن 9% تنزل کرد. رکود بهش دست نزدن، رکود باقی بود، ولی تورم کم کردن، گفتن اولویت با تورم. دلایلی هم وجود داره که میشود پذیرفت. ادامه همین سیاست به اصلاح در ساختارها میرسید. ساختارها یعنی مافیاها و انحصارهای دولتی و بنیادهای ولایت فقیه رو، بنیادهای سپاه رو باید برگردونن به دولت، از طریق دولت به بخش خصوصی. اینجا بود که هم سپاه هم ولی فقیه در برابرش موضع گرفت. خاطر شریفتون هست که آقای رهبر فرمودن که با برجام 2 و 3 و 4 نداریم، برجام 1 بود.
یعنی چه؟ برجام دو عبارت بود از رفرم در ساختارها، برجام سه عبارت بود از خروج از خاورمیانه. ایشون گفته این کار رو نمی کنیم، فقط برای اینکه اون ساختار اقتصادی مال مافیاهای خودشونه. در نتیجه اصلاح ساختاری انجام نگرفت و درد هنوز ادامه داره. نمیدونم پاسخ مشبهی من به شما پاسخ دادی نه؟ بسیار عالی. سوال دیگری؟ بفرمایید. خیلی من متشکرم و بسیار ممنونم. من شاید قدیم ترین دوستم یار دبیرستانی آقای دکتر حسن منصورم که البته ایشون چند کلاس جلوتر از من بودن و همیشه جلو هم و معتقدم که شما یک کشیده رو ایشون رو زدید. آقا لو ندید آقا دارم بزگم. بعد عرض خدمتتون من یه سوالی دارم و یه طرح موضوع. به نظر میرسه رژیمی که در دنیایی که از آدام اسمیت به این سو، آدام اسمیت مخصوصا شما بهتر از من میتونید، با اسم لاتین نوشت هومو اکونومیکوس، انسان اقتصادی به وجود اومده، یعنی انسان متعلق به یک قوم، به یک زبان، به یک دین، به یک تبار و اینا جنبه ثانوی پیدا کرده، نه که از بین رفته. ولی اهمیت در حفظ منافع اقتصادی است اولویت اول. از اون تاریخ به این سو که پدر علم اقتصاد بشریت به این سو اومد. خب کسی که بگه اقتصاد مال خره، ملت ایران رو میلیونر میکنه دیگه. الان همه در فقر میلیونرن، پول ایران تورمش من برعکس میبینم، همه میلیونرن در ایران، پولایی که مبادله میشه میلیونه، روحای ما همه چند همه. بنابراین من فکر میکنم که فکر نمیکنم که این رژیم، اینو سوالم اینه، اون مرحله آخر که جمع‌بندی میکردی آیا و پیشنهادهایی کردید یک رژیم توتالیتر، اون هم توتالیتر نوع ماتریالیستی روس، نوع روسی یا نوع هیتلری، نه توتالیتر توکراتیک که به آسمون وصله، فکر میکنید آیا قابل اصلاحه؟ دومین نقطه‌ای که میخواستم بگم، اخیرم بر حسب یک گفتگو با یکی از دوستان فرهیخته نزدیک شما، البته خیلی کمتر، یه چیزی به ذهنم اومد، اون این بود که ما در کنار اون چیزی که از زمان دکتر اقبال از کجا آورده ای مطرح شده، بایستی جمله تکمیلیه به کجا برده ای رو بذاریم، اضافه کنیم، چون اضافه کنیم به دلیل اینکه اگر اون پول استادی در خود اون مملکت سرمایه گذاری میشد، ولی اون که میدوزیدن باز اقتصاد رو به هم نمیریخت. و اینها به سوره انفال قرآن که سوره غارته عمل میکنن، قبلی ها میدوزیدن، یه چیزی به آقی میمون. بسیار متشکرم. سپاسگزارم. خب پاسخ سوالتون هم دادید، ولی من یکی دو تا نکته رو خدا عرض کنم. ببینید اخیراً آقای سمنانی کتاب نفت من کجاست رو منتشر کردید و نشریه راهور در این شماره اخیرش خلاصه ای از اون رو بود. محبت کردن خود کتاب برای فرستادن، کتاب خوندن است. از اون یعنی فساد در دستگاه نفتی رو نشون میده. جناب دکتر مینا خدمتشون فرستادن. عرض کنم. به نکته جالبی اشاره کردی، مسئله انفال. ببینید من به یه درد دیگری اشاره کنم، یعنی گریز میزنم از بیان شما، از تفاوت بین مقوله‌های فکری روشن فکر در جامعه عرض کنم پادشاهی و فقها و روحانیت. اینجا یه پوست خربزه هایی وجود داره که درس خوانده ها متوجهش نمیتوانستن بشن، علتش هم از رام کرد. مثلا اینا گفتن مستضعفان، جریان چپ ایران گفتن مستضعف یعنی پرولتاریا، یعنی زحمتکش، یعنی اونی که دستش پینه بسته. اینا گفتن مستکبران،
اینا گفت مستبر یعنی بورژوا، کمپرادور یعنی زمیندار، یعنی مالک، یعنی اینا گفتن ملت. من گفتم ما میگه ملت. اینا گفتند عرض کنم امت. اینا گفتم اختلافی نداریم، ما به شما میگیم ملت، اونا میگن امت. من حدود یه وقت در یه سخنرانی حدود 14 تا از مقولات رو ردیف کردم و معنا کردم. کسانی که فرهنگ اسلامی رو بلد باشن میدونن که در اسلام مستضعف به معنی زحمتکش و کارگر و فقیر نیست. مستضعف به معنای کسی است که به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم شد. یعنی روزی که آیت الله باشه از پلکان آبی ما گذاشت و اعلام کرد بعد از این همه اسلام، اون روز پیام ابلاغ شد. هر کس بخواد کارگر باشه، دستش پینه بسته باشه، فقیر باشه، غنی باشه، از این پیام برگرده شده مستکبر، استکبر. درچه استکبار یعنی اونی که از پیام حق رو برمیگردونه. ممکنه کارگر باشه، کارگر کمونیست مستکبره. اون وقت امام بزرگوار فرمودن که اینها همه غنیمت اسلام است. این عبارتشون رو نقل کردم. اینها همه غنیمت اسلام است و خواهند داد به مستضعفان و من امر کردم که خواهند داد. این جمله رو معنا بفهمید. اینها یعنی تمام امکانی که در این کشور است، همه غنیمت اسلام است. یعنی باید در جنگ بد کردیم. احکام غنیمت رو سوره انفال توضیح میده. یک پنجمش مال شخص پیغمبر. بعد از اون هم با نظر ایشون توضیح میشه و اینا رو خواهند داد به مستضعفان. مستضعفان کیه؟ آقای رفیق دوست. تا دیروز راننده بود یا قصاب بود یا میداندار بود، امروز اومده در به جبهه اسلام مستضعف بود، الان شده عرض کنم هوادار اسلام. در نتیجه همین کارم کردن، یعنی این انفال رو گرفتن دادن به مستضعفان. در نتیجه این اختلاف وقتی ایشون میفره ملت، شما بهتر میدونید ملت در اسلام در زبان قرآنی یعنی پیروان دین و تبع ملت ابراهیم حنیفا. ملت یعنی پیروان یک دین. این اشتراک معنا سبب گرفتاری شد. علت چه مرز کنه حالا؟ علت این است که روشنفکری ایران یعنی دستخواندگان ایران در مجموع برخلاف روشنفکری همین فرانسه از دل حوزه علمیه در نیامد. اینجا از دل حوزه علمیه سوربن، حوزه علمیه آکسفورد بود که روشنفکرها برخاستن. طی 200 سال تمام مقولات ضد خرافه های کلیسا را در دل خود ساختن و پروراندن. اونا پادزهر خرافه دینی رو داشتند. روشنفکر ایرانی اینطوری پدید اومد. میان برزد این حسن داره. شما بجید 200 سال دول بکشه در 30 سال میرسید. کشورهای موفق شدن در این میان برزد. دوستان میدونن که من امسال هم سفر بودم، سال گذشته هم سفر بودم، به 7 کشور آسیایی سفر کردم، قبلا هم رفتم اینداره دیدم. سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، کامبوج، لاوس، ویتنام. عرض کنم این کشورها نمونه برجسته و استثنای موفقش سنگاپور. اینا تو مثلا میانبر بزنن و من نگران بودم وقتی میگشتم سنگاپور رو. جامعه‌ای که شما وارد میشید، نمیدونم دوستان تشریف بردن یا نه، وارد فرودگاه میشید انگار وارد هتل هیلتون شدید. از روی فرش قرمز چراغ‌های لوستر بزرگ با آدم‌های بسیار منزه، تمیز، معطر روبرو میشید و معدب وارد خیابون میشید. خیابون تمیز، گلکاری، چمن. وارد تاکسی میشید، ایرکاندیشن داره. وارد اتوبوس میشید، ایرکاندیشن داره. راننده با کراوات اونجا با ادب. شما در تمام اون کشور کوچیک حس میکنید در داخل هتل هیلتونید. از خودم سوال میکردم خب این کشور اون روز که من اول رفتم 35 سال بود. 35 سال پیش از مالزی، از اندونزی جدا شد. اندونزی امروز هم میبینیم چه وضعی دارن. چطور شده جمعیت اینطوری شده؟
اون روز 35 سال الان میشه 70 سال خوشی بله اون روز که رفتم 35 سال بود. جمعیت تماشا کردن کیان 70 درصدشون چینی هن. خب چینی ها رو در خود چین هم میبینیم. 30 درصدشون دود پاکستانی هن. پاکستانی خب در خود پاکستان در راولپندی در اسلام آباد همه اینا رو دیدیم. شما ادعای تمیزی انتظار تمیزی نمیتونید در پاکستان داشته باشید. من سه روزی که اونجا بودم نتونستم غذا بخورم. هر روز از خیابون رفتم اونقدر آب دهن ریخته بودن که دلم به هم خورد نتونستم در رستوران غذا بخورم. در اونجا چطور شد شما یه دونه آب دهن نمیبینید؟ با یک انضباطی که اسمش دموکراسی است، آقای لی خوان یو که در موقعیت استثنایی امام خمینی قرار گرفته بود ولی شو انسان مدرنی بود، ساختاری درست کرد که بشریت مدیونشه. یه جامعه مدرن ساخت. من رفتم دبستان هاش، دبستان دبستان دانشگاه. دوستان عزیزم ببینید، در دبستان هر دانش آموز کلاس اول یه کامپیوتر مستقل داشت با معلمی که چگونگی کار کردن با پروگرام ها و البته گیم ها رو بهشون نشون میده. ششم رو که تموم میکنه، 6 سال دبستان رو، اینا متخصص کامپیوتره. در دبیرستان ادامه داره. اینا را 4 رشته دکترا میدادن، نه در همه رشته ها. اون 4 رشته ای که بر رشد جامعه جنبه حیاتی داره، طب، مردم سالم باشه، مهندسی، تمام ساختارها با تنمی باشه، اقتصاد، همه پروژه ها باید به لحاظ اقتصادی قابل قبول و وایبل و سودآور باشه. حقوق، جامعه ای که در اونجا امنیت همه تامین نشه، اونجا سند سرمایه‌گذاری انجام بگیره، تولید. اینا تونستن میانبر بزنند. جامعه عقب مانده چینی پاکستانی رو بکنن سنگاپور امروز که یکی از غنی ترین کشورهای جهان. ترکیه خواست میانبر بزنه. موفق شد تا حدودی، به دست آقای اردوغان سقوط کرد. ایران خواست میانبر بزنه. به دست رضا شاه و محمد رضا شاه این میانبر رو زد ولی در اون دوره آخر سقوط کرد. علتش این بود که ما به جای طی اون پروسه دردناک، اگه مجبور اگه بتونیم تعیین نکنیم بهتر، ولی در این پروسه دردناک ما پادزهر این اندیشه مسموم سنت رو در خودمون میپروروندیم. اینو نگرد. آدم جوان بچه وارد دبستان شد، به جای اینکه بره در مکتب خونه خانباجی درس بخونه، به جای ابجد حدوز اومد الفبا رو خوند. روشنبک به جای اینکه سنت رو فقه رو یاد بگیره اومد چیزای مدرن خود درس خوند. این درس پایه متافیزیکی خودشو نداشت، بر پایه همون متافیزیک سابق استوار شد، چون اصلا به اون نپرداختیم. شما در اینجا حقوق بخونید، اونی که فرانسویه پایه‌شو بلد. پایه فلسفی حقوق امروز پایه‌های برخاسته از دوران مدرنیته است. در حالی که ما پایه‌های اونو داریم، پایه‌های کهن فقهی در جامعه وجود داره، در قانون اساسی وجود داره. همه اینا اینه. سلطنت رو مرعوب خود کرده. وقتی کسروی رو در روز روشن میکشند، پادشاه مجبوره بگه قاتلش رو آزاد کنید. در این جامعه روشنبرگ وقتی درس میخونه پایه های فلسفی اون علوم رو یاد نمیگیره. پیشتی رو اینجا میگیره، میبره اونجا عکس امام رو در ما میبینه. این مشکل که ما ازش نتونستیم سالم رد بشیم. اگر میشدیم مثل سنگاپور چند کشوری دیگه، اون وقت خوب بود، این دوران گذار رو کوتاه‌تر میکردیم. منتها سقوط کردیم. ما از نخستین قربانی‌های بزرگ این قضیه بودیم. در این میان بزرگان سقوط کردیم، به اینجا افتادیم. ولی علتش اینه که هنوزم که هنوزه شما که هنوزم نگاه ببینید، به اپوزیسیون نگاه کنید. آیا اپوزیسیون ایران خرافه بری است؟ آیا علمندی شده؟ تمام جنبه‌هاشون، تمام شاخه‌ها رو دارم میگم. آیا کمونیست‌های ایران دانشمندن؟ آیا سلطنت‌خواهان ایران دانشمندن؟ یا هنوز با مدال محمد رسول الله میام در مهمانی‌های عمومی؟ اینها پدیده هاست که نشان از ضعف های درونی یک جامعه داره. از این نظر فعلا در شرایط که هستیم که هستیم. خواهش می‌کنم.
ببخشید راه چاره اینی که شما هم اکنون باز شکافی کردید و بسیار هم درست میگی چی هست؟ به چه گونه میشه از این خرافه رهایی پیدا کرد؟ همطور که شما میگید در واقع 40 سال پیش بیشتر روشنفکرها بودن که این خمینی را آوردن بر سر کار. خیلی متشکرم. ببینید نه با این جمله آخرتون موافق نیستم، برای اینکه روشنفکر چون کوبیدن روشنفکر مرسوم شده اینطوری نیست. جامعه، کل جامعه فاسد هست و بوده، کل جامعه عقب مانده هست و بوده، روشنفکرش هم از اون عقب ماندگی بری نیست. آل احمد یک موجود عقب مانده است، شریعتی موجود عقب مانده و خبیثه، سروش یک موجود آلوده و فاسده و دیگران. ببینید اینا روشنفکران دوران 40-50 سال قبل از انقلاب. آقای شاهگان یک روشنفکر قرقاتی است که بعضی حرفای تمیز زده، در اون کتاب لغاگر میتیله ملاحظه کردید حرفای جالب میزنه، ولی کتاب آسیا در برابر شب در برابر غربش هم داریم که مزخرف فرموده از اول داخل. پس ملاحظه بفرمایید آشفتگی در تمام ارکان جامعه وجود داره، روشنفکر هم از اون بری نیست. اما چیکار میشود کرد؟ کار بنده نیست. من در حد اقتصاد میتونم بگم که در اقتصاد در این 5 چیزی گفتم راه چاره چیست، یعنی چگونه میشود از این مزبیه بیم. ولی این قضیه مسئله است که تمام متفکران و رهبران سیاسی باید پاسخ شده بکنم. سپاسگزارم. قشنگ. سوالی هست؟ این آقای دکتر منصور که انواع اسلام محاسن داره یک عیب بزرگ داره که عیب قابل اسلام هست و اون اینه که با سواد خودش عجیب حسادت برانگیزه. بنده شخصا که خیلی بهشون حسودی میکنم به دلیل شعورش و سوادش. من رو ممکنه به زور با سواد کرد، ولی مطمئنم که آقای منصور رو نمیشه به زور بی سواد کرد. بنابراین ما باید در تمام عمرمون حسادت بکشیم و ناراحت بشیم. من یاد دایم افتادم که یک اتومبیل خریده بود. وقتی که اتومبیل خرید ما دیگه عادت کرده بودیم میگفتیم بله بله درسته که ما خونه نداریم، ولی یه دایی داریم که اتومبیل داره. الان هم بنده افتخارم این استش که جزوه همون استانی هستم که ایشون به دنیا آمدن، گرچه آقای ضیاءالدین صدر و اشرافی معتقدن که آقای منصور خیلی هم باسواد نیست چون حافظه چون کمتر ارزشیم. فرحان یه مقدمه بود بگم حضورتون. بنده خب اطلاع داشتم که تشریف برده بودید به سفر، بعد از سفرتون هم با هم یه صحبت بسیار طولانی کردیم، در حدود 3 ساعت حرف زدیم و یکی دو تا مصاحبتون را از جمله با آقای فلاحتی شنیدم که فوق‌العاده قابل استفاده بود و من توصیه میکنم به دوستان که اینترنت دارن حتما مصاحبه های آقای منصور رو گوش کنن، چون واقعا قابل استفاده است، چون اشانتیانش همین صحبت هاییست که امروز کرده. من سوال کوچیکی که دارم که قطعا میدونم که آقای منصور جواب دارم باش برم این تیکه هم اضافه بکنم. آقای منصور جز دوستان بنده شاید تنها کسی باشن که به سقوط قطعی جمهوری اسلامی معتقدن و میدوننم که در رژیم آینده شغل بسیار مهمی خواهند داشت مبتنی بر اقتصاد، و به همین دلیلم از حالا به شدت مشغول مطالعه هستن که بدونن که اقتصاد ایران رو چجوری میشه نجات داد که قسمتی از این حرفا رو در این صحبتاشون گفتن. من خواستم بگم که چون چندین بار شما سنگاپور رو به عنوان یه نمونه ذکر فرموده اید، آیا اون چی که در سنگاپور انجام شد با اون وسعت کم و با اون جمعیت کم قابل اعمال هست در کشوری بزرگ مثل ایران که هنوز در بعضی قسمت‌ها
ثبات وجود نداره، یعنی مردم با ثبات وجود ندارن، شعور وجود نداره. روشن فکرش آقای جلال احمد است که بنده بسیار ازش متنفرم و آدم های دیگر. بنابراین واقعا آیا میشه سنگاپور رو در ایران، مملکتی به وسعت ایران و با 80 میلیون جمعیت، جمعیت بسیار بسیار مزرس، نجات داد یا نه؟ هرچی بگم خواهد شد زیره به کرمان بردن، ولی محض ادب عرض میکنم براتون. از اون تعارفتون بگذرم که برشید که من چشم به مقامی دارم بعد از افتادن جمهوری اسلامی. اصلا چنین نیست. شما میدونید که ما از حدود 15 سال پیش شروع به این کار کردیم که برای اقتصاد ایران بتونیم فکری بکنیم که هر جریانی سرکار اومد اینا بدون برنامه سرکار نیاد، بگیم که خب اقل این چیزی که ما تدوین کردیم بفهم این رو ببینید. و خدمت شما عرض کنم من امروز قبلا اومدم با دکتر سر صحبت میکردیم، منو قبلا به وزارت دعوت کردن، خود این آقایون نرفتم، وزارت مالیه رو بهم میدادن نرفتم عرض کنم، و فردام دعوت بکنن باز نمیرم برای وزارت، ولی اگر کاری ازم ساخته باشه قطعا انجام میدم. اینه داشته باشیم و اونه در حد معرفتی است، چیزی که بردیم در اختیار کسایی که ما کشور رو بسازن با کمال میل شبانه روز کار بگذاریم. اما برگردم به سوال سنگاپور و ایران. ببینید به نظر من جناب دکتر این مقوله مقوله مقیاسه. ببینید ما میگیم بزرگ کوچیک. سنگاپور الان 5-5.5 میلیون نفر جمعیت داره، خب ایران 80 میلیون نفر جمعیت داره. اگر ایران در واحدهایی مثل سنگاپور اداره بشه چه اشکالی داره؟ یعنی مردم کردستان، مردم آذربایجان، مردم بلوچستان، مردم ترکمنستان، مردم استان فارس، همه مسئولان درونی خودشون انتخاب بکنن، استاندار داشته باشن، مجلس محلی داشته باشن، مثل اینجا، مثل انگلستان مجلس محلی داشته باشن، از امکانات خودشون استفاده بکنن. در این صورت هر کدوم از واحدها میشه سنگاپور. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه کاری که در سنگاپور شد در این جامعه ها همشون آکادمیش داشته باشن، دانشگاه داشته باشن، سینک تنک های خودشون داشته باشن؟ در این صورت میشه، یعنی در اون صورت میشه بعد 400 میلیون نفر رو اداره کرد در اون جهت. ببینید تفاوت اساسی در سایز نیست به نظر من. در این آقای لی خوان یو که من صحبتش شنیدم، خدمت شما اعتراف میکنم اولین رئیس دولتی بود که من 5 ساعت سخنرانی نخست وزیر رو گوش کردم یک جمله که ازش ایراد بگیرم پیدا نکردم. انگاری آکادمیسیان صحبت میکنه، انگاری دانشمند تراز اول داره صحبت میکنه. متین مؤدب تمام حرفایی که زد با اصول علم اقتصاد میخوند، یعنی کاردانها پشت سرکاره. این خدمتتون میگم در سنگاپور حقوق وزرا با حقوق بخش خصوصی برابر. اگه در بخش خصوصی ماهانه 4 میلیون دلار حقوق میگیره، در وزارت هم حقوق بهش میده. یعنی اینا نخبگان جامعه رو میتونه. میگن دولت باید در رقابت بتونه باشه، مقامات دولتی، نه اینکه میاد مقام دولتی از میخواد فقط از راند قدرت استفاده کنه، نه از مالی. با فساد هم به شدت مخالفم. این آدم با از موقعیت استثنایی خودش استفاده کرد، آقای لی خوان یو قوانینی رو وضع کرد، امروز در جامعه تبدیل شده به اخلاق. اون این که تقلب در کار، شرکینگ، از کار تن بدن بردن، تقلب کردن وظیفه خود به دیگران، این به شدت با نظامی که درست کرد به شدت ممنون همون کارشون درست انجام بده. نخبه سالاری در نظام وجود داره. هیچ برنده جایزه نوبلی نیست که سنگاپور دعوت نکنه برای تدریس. برنده جایزه نوبل شدید، یک سال در اینجا تدریس بفرمایید، هر حقوقی لازم دارید خدمتتون میگه. مدارسش هر فارغ التحصیل سنگاپوری بدون هیچ قید و شرطی در انگلستان قابل قبوله.
میان جو فارغ التحصیل حقوقم، اقتصادم، دکترم، هرچی قبول دارم. میدونن که پشت این مدرک سواد وجود داره، توانایی وجود داره. حرمت به همدیگر، احترام به مزایای همدیگر. کسی دخالت، کسی جرأت این رو نمیکنه که به دیگری اهانت کنه، دست کم بشماره. حرمت رو حفظ میکنه. مثلا توصیه کردن به ما شما استخ تشریف میبرید، نه به خاطر اینکه ما بد میدونیم، نه، چون در افکار عمومی حساسیت وجود داره، در اونجا مسلم وجود دارن، چینی ها اخلاق خودشون دارن، کنار استخ دختر پسر هم دیگر نبوسید، ولی با لباس شنا میره اونجا شنا میکنه. اون رو مسلمون بخواد فضولی کنه که آقا دختر بلند، خفش میکنه، به تو هیچ ربطی نداره، آدم آزادی است، ولی در این حال نمیخواد تحریکش کنه. شما این پاکستانی نمیبینید که بتونید جلوشو بگیرید از اینکه آب دهن بندازه تو خیابون. نباید آب دهن میندازه، نیست اون ماده قرمز رنگ رو در جهنش میجوبه همیشه، آب دهن قرمز رو میریزه تو خیابون میره. خب در اونجا هر کس که آب دهن بریزه $1,000 جریمه داره. $1,000 برابر 2.5 برابر حقوق ماهانه است. $400 حقوق متوسط بود اون روزا. $1,000 جریمه. کس که در خیابان ادرار کنه $1,000 جریمه. آدامس بندازید $1,000 جریمه. مواد مخدر که حکم بسیار تندی داره. ته سیگار. جان؟ ته سیگار حتی. ته سیگار بندازید. دوستان میدونم. با این انضباط من اینجا وقتی اومدم نزد دوستان گزارش کردم، دکتر فاطمی عزیز که جاشون واقعا خالی است و خیلی دوستشون داریم، به من گفتن که شما میفرمایید که سنگاپور دموکراتیکه، چون دیکتاتوریه. گفتم من میدونم دیکتاتوریه، ولی برای گذروندن این مردم به مرحله دیگر یه دوران گذار 200 ساله رو میخواید 20 ساله بکنید، 30 ساله بکنید، جز این انضباط راهی ندارید. در نتیجه انضباط یا دیکتاتوری خیرخانه با یک نظام حقوقی درست غیر فاسد، یه جا میدونی خلاف کنی جلوی دادگاهی گاده هم قاضی درسته به شما حکم شدید خواهد داد، در روی قانون نمیتونی رشوه بشه فرد. دیکتاتوری سازنده است، دیکتاتوری این چنینی. در نتیجه بله، من جمع‌بندی کنم عرض خودم رو که من معتقدم که ایران رو میشود تبدیل کرد به 20 تا سنگاپور، هر کدومش مثل سنگاپور داره کرد. اجازه میدید که من یک نکته نظری عرض کنم؟ میفهمید راش باید گرفتاری ما که در سنگاپور ندارن این استش که به علل سیاسی اینها اقوام درست در مرزها تقسیم شده. آقای یادگاری که الان از ترسش فرار کرده رفته در قفقاز، او اصلا معتقده که آذربایجان ایران بایستی قاطی بشه به آذربایجان قفقاز، ترکمنستان همینطور، کردستان همینطور، بلوچستان همینطور. منظور بنده این هستش که نمیشه در ایران این استانهای مختلف و قسمتهای مختلف رو هر کدومش به صورت یک سنگاپور در آورد، چون این به دلایل عدیده اون بر کشیده میشه. من یادم اون موقعی که با آقای بختیاردان همکاری میکردم، یک آقای کارشناسی آمده بود از آمریکا و به ما میگفتش که گرفتاری شما این هستش که از طریقهایی، از طرقی میخواهید وارد ایران بشید که این طرف مرز با اون طرف مرز فامیله. در نتیجه شما نمیتونید این کار رو که اینم در کشورهای دیگه میشه کرد. بنابراین البته خب بنده دقیقاً میدونم که منظورم آقای صدر اشرافی نیست، چون من با افکارشون آشنا هستم، میدونم اونچون شهرت بدی که دارد دروغه، هزار تا عیب دیگه داره ولی یکی رو نداره. آدم های مثل نه آقای صدر نشده، مثل آقای یادگاری وجود داره. آقای حسینگور من اخیراً ازش این مصاحبه خوندم، دیدم که معتقد استش که بایستی با اون بلوچستان ما بیشتر ارتباط برقرار کنیم. یعنی اون تمایلی که به در حسین آقای حسینگور که اتفاقا من خیلی هم دوستش دارم و دوست نزدیک من دارم، اون مقدار
نظرات مشترکی که وجود داره بین بلوچستان و پاکستان و بلوچستان و ایران بین بلوچستان و کرمان وجود نداره. یعنی این یه مقدماتی است در کشوری مثل ایران، سنگاپوری گرفتاریان نداره، حتی در سوئیس هم نداره، برای اینکه سوئیس ترقی کرده از نظر سیاسی و فکری این حرف ها، اونم دلش نمیخواد قسمت ایتالیایش بچسبه به ایتالیا یا قسمت فرانسه کرد. بنابراین در درجه اول قبل از اینکه بخواییم به طرف سنگاپوری بریم باید یه راحتی برای این موضوع پیدا کنیم. ما در دوره باشه که این صحبت هم داره اضافه میشه، در دوره شاه کشور ایران به موقعیتی رسیده بود که اون طرف حسرت این رو میخورد که به ایران متصل بشه. الان درست برعکسه. یعنی به نظر بنده، خب چون شما جزو آدم های نادری هستید که برای بعد از سقوط رژیم ایران دارید واقعا زحمت میکشید و مطالعه میکنید، بایستی برای این مسئله بسیار بسیار عمده راحلی ببرم. حالا نمیدونم، حالا منظورم واقعا آقای صدر اشرافی نیست، واقعا به قسم میخورم نیست، ولی ملت فارس یعنی چی؟ در آوردن که ملت فارس هست این جزی که جدا بکنم پایده دیگه نده. و این رو قبل از اینکه ما بخواییم به طرف سنگ کاپوری شدن بریم، باید برای این موضوع راحت پیدا کنیم. خب پدر و مادر خانم آذر و پژوهش کردن، آمدن در خوی به دنیا آمدن، تکلیف این چیه؟ با ما چی کارش کنیم؟ ببخشید من کمی زیادی بله فرمایشاتون سکت سلف اکسپلینیتری بود، نیازی به توضیح نداره، یعنی هم سوال و هم پاسخ رو عنوان کردید. ولی ببینید در چین هم، در سنگاپور هم، چینی های سنگاپور غبطه چینه، پاکستانی های سنگاپور غبطه پاکستانه، برای اینکه همشون میلیونرن، همشون ثروت دارن، همشون تحصیلات عالی دارن. اگر در جامعه آنچنان که من فکر میکنم رفاه برگزار برقرار بشه، در اونجا آذربایجان جمهوریش مرید آذربایجان ایران میشن. دانش این حرفا که بیان به ما بچه اینجا گریزی هم درایوی هم اینجا باشه که اینا رو وجود نخواهد داشت. در مورد بلوچستان همین، در نتیجه هسته اولیه کار اینه که واقعا ما کشور ایران رو کشوری بکنیم آزاد، دارای دموکراسی، دارای رفاه اقتصادی. خب بعد از اون روابط خیلی نزدیک داشته شون بلوچ پاکستانی هم بیاد ایران ببین توریست، ولی خب مرزی وجود داره، سیستمی وجود داره، نظام مالیاتی وجود داره، در سطح درآمدها با هم وجود داره، در نتیجه مال ایران قبله همه اونا میتونه باشه. اگر ما بتونیم موفق باشیم در ایجاد آزادی و رفاه، ایران میتونه قبله تمامی کشورهای باشه باشون رابطه پیوند آقای بنده استفاده میکنم. اسم سنگاپور رو میومد یه 7-8 سال قبل از اینکه انقلاب اسلامی در ایران انجام بگیره، ما یه سفر توریستی رفتیم به اون طرف ها. کشورهای مختلف رو از پاکستان هم تو بگیرید برید تا اون طرف از کنم که اقیانوس رفتیم و دیدن در مراجعتمون. اتفاقا اینطوری شد که در سنگاپور هم یه توقفی داشته باشیم. اصلا برای ما که رفته بودیم اونجا باور کردنی نبود یه همچی کشوری کوچیکی، یه جزیره کوچیکی اینا یک همچی شرایطی وجود داشته باشه، درست مثل اینی که یه خونه بسیار شیک مرتبی رو با کمال قدرت و صداقت ادارش بکنه و بتونه اداره بکنه. حالا چیزای مختلفش هست، از کار کردن، همکاری کردن، درس خوندن بگیرید تا همین خیابونا رو که شما میفهمید که اگر کسی جرأت داشتش که یه چیزی از جیبش در بیاره بدوزه زمین فوری میمدن میگرفتن میبردنش و جریمهش میکرد. بنابراین هیچ اصلا جرأت این کارا رو کسی نداشت. بند قسمت های از اینا رو که دیدم اونجا که چیز بود، اینا رو فکر کردم که چه چیز خوبیه که اینا رو ما بیاریم به ایران بگیم به کسانی که حالا اون موقع شاهنشاه آریامهر بالاخره چیز بود دیگه،
اینجور کارا هستش در سنگاپور و این اثرات رو گذاشته. بعدی که اومدم به برگشتم به ایران با یکی از وزرای کشور دوست بودیم اینا نشستم همین صحبت کردم، گفتم آقا سنگاپور اینطوری تام چیزایی که شما فرمودید و الان موقعی نیست که این صحبت رو با اعلیحضرت بکنی و اعلیحضرت در همین جهت ایران رو در این مسیر پیش بره. حالا قسمت‌های از ایران رو گفت دیگه این حرفا رو با کسی نزنیم، کی جرأت داره از این حرفا با اعلیحضرت بزنه؟ اعلیحضرت میگفت تمام دنیا واسه بیاد از ما یاد بگیره. اگه این طوره بس بنابراین حرف ندارم کاملا درست. بله خیلی ممنون. ببینید دیگه نکته را عرض کنم با بایرک و ممکنه این سوء تفاهم پدید بیاد که سنگاپوری حکومت پلیسی است. چنین چیزی اصلا من ندیدم در سفرهایی که اونجا کردم. اینه که یه چیز آشغال بندازی پلیس بیاد بگیره مثلا دستگیر شدن ندیدم، کسی نمیندازه که بیان بگیرنش. ولی این رو دیدم که یک آدم با لباس که روش نوشته من برای تمیز کردن خیابان با مدت یک ماه موظف شدم پوشیده، پول نداره بده، گفتن که به جای $1000 که دندیلی دو ماه باید خیابان رو تمیز کنی. این رو دیدم، یعنی دادگاه حکم داده داره این کار رو میکنه. نکته دوم در باید سکولاریزم از کنم. در اونجا من پدیده رو دیدم که خیلی جالبه، یعنی معبد چینی در برابر مسجد پاکستانی، در برابر سیناگوگ و کلیسا، همه در یک چهارراه حضور دارن و کسی نمیتونه به دیگری بگه تو اهانت کنه. همه هم دیگه قبول داره که مذهب امر خصوصی است، یعنی یک سکولاریسم دقیق در اونجا پیاده شده. و من از دوستان چون مهمان اونجا سنگاپوریا بودم، گزارش ها شنیدم که یه آخوند فضول در اونجا بوده، این رو تو دهنی بهش دادن رفته خفقون گرفته. در نتیجه اینا دستگاه دقیق امنیتیش میرسه اونجایی که این فضولی ها وجود داره جلوشو میگیره به صورت غیر دموکراتیک، ولی میگیره. در نتیجه جامعه خیلی تمیز در اومده. آقای شهید شما با میکروفون صحبت میکنید. من شنیده بودم که هیچ کشوری اسکناس خودش رو حق نداره چاپ کنه، یک کشور سالس باید چاپ بکنه. یعنی فرض بفرمایید ایران خودش حق نداره اسکناس خودشو چاپ کنه، ممکنه هند چاپ کنه، من اطلاع ندارم کدوم کشور. در انگلیس چاپ میکردیم و برعکس اونجا. حالا آیا قوانین بین المللی اجازه میده به هر کشوری که هر چقدر دلش خواست بدون جریمه یا بدون مؤاخذه هر چقدر دلش میخواد اسکناس چاپ کنه؟ درست میشه. ببینید آره قضیه اینطوریه، ما در مقوله پول مسئله پشتوانه رو داریم، پشتوانه پول. یه وقت بود پشتوانه پول جواهرات سلطنتی بود، یعنی در نظامی که نظام پای طلا بود گولد استندارد، دست جهانی گولد استندارد، آمریکا دلارش به اندازه طلاهایی بود که در فورت ناکس حضور داشت. این نظام رو میگیم نظام متکی به طلا، یعنی گولد استندارد. این مشکلش این بود که ما اگر تولیدمون اضافه میشه نیاز داریم به پول زیاد، ولی مقدار طلامون محدوده، چیکار باید بکنیم؟ بی توازنی از اونجا پدید میومد. این قضیه در بعد از جنگ دوم برداشته شد که نه پول محدود به طلا، البته قبل از جنگ دوم هم یکی دو بار برداشته شد اومد، برداشته شد اومد، 1929 دوباره برگردن انگلستان، ولی بعد از جنگ دوم به طور کلی برداشته شد که ملت ها پولشون به طلا ربطی نداره، به جواهرات سلطنتی ربطی نداره، بلکه پشتوانش فقط تولید ملی است. وقتی پشتوانی پول فقط تولید ملی باشه چه کسی تولید ملی ارزیابی میکنه؟ بانک مرکزی، مرکز آمار کشور. چه کسی اینو مقید میکنه که دو به تناسب با این پول صادر کن؟ وظیفه‌ای که برای بانک مرکزی دادن تو قدرت، وظیفه تو حفظ ارزش پوله. این کارو باید بکنی به تناسب. منتها اگر بانک مرکزی کارمند دولت باشه، دولت میگه امسال پول زیاد لازم دارم بهم قرض بده، پول جاب میکنه بهش میده کارمندشه. در نتیجه پول به پشتوانه نیاز نداره. اگر ما در انگلستان چاپ بکردیم به خاطر تکنیکی بود، ما اون نوع کاغذ رو، اون نوع چاپ رو نداشتیم.
اونا میتونستن ما نمیتونستن عرض کنم. و این رو در قسمتی در شمال انگلستان که من کارگرانی که اون کار میکردن بعضی ها رو میشناختم، اونجا چاپ میکردن پول ایران. هر دولتی میتونه هر مقدار خودش ما چاپ کنه. این مسئله بعد بین المللی هم داره، یعنی بعد بین المللیش در سال 1971 هشتم اوت برداشته شد با فرمان ریچارد نیکسون. اون این بود که دلارهای آمریکایی پشتوانش طلا بود، البته به لحاظ توریک هم طلا بود هم پوند بود، اونطور پوند از اجرای این وظیفه به علت ناتوان تر شدن اقتصاد انگلستان در جنگ بر نمی اومد از این عهده این وظیفه، درنچه پول فقط متکی بود به طلا. قیمتی که تعیین شده بود هر اونس طلا، یعنی 28 گرم طلا معادل بود با 35 دلار. این مقدار طلا رو آمریکا در جنگ دوم با معاملات پرسودی که با تمام طرفین جنگ کرده بود، حتی با خود هیتلر، این طلا رو جمع بود. درجه انبارهای فورتناکس آمریکا پر طلا بود. خب به ازای این میتونست پول صادر بود. رسیدیم به سال 1971. در 71 آمریکا با یک خطر اگزیستانسیل روبرو بود و اون وجود فرانسه بود. ژنرال دوگل اصرارش این بود که دلارهای موجود رو بده در برابرش طلا بگیره، و اگر این بیماری تسری میکرد کشور دیگر این کار رو میخواست بکند، آمریکا طلای کافی نداشت برای این دلار را بده، باید اعلام ورشکستگی میکرد. برای جلوگیری از این خطر بود ریچارد نیکسون اعلام کرد که از امروز به بعد، بدون که قبلا اعلام کنند، از امروز به بعد دلار قابل تبدیل به طلا نیست. از اون بعد طلا قیمت ولتایل گرفته. امروز 1200 چند 1250 دلار برای یک اونس طلا در بازار بین المللی خرید و فروش میشه. از میون برداشتن این مانع بزرگ سبب شد که آمریکا اوورت بتونه دلار تزریق کنه. بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو به عنوان بانک جهانی، بانک مرکزی دنیا داره عمل میکنه. کانال‌های معینی داره برای تزریق پول. یکی از اینا کمک‌های بلاعوضش بود. یکی از اینا وام دادن به دولت بود، دولت‌ها بود. یکی از اینا عرض کنم استقرار دادن نیروهای خودش بود در اینجا اونجا که بتونه با اونا پول تزریق کنه، قدرت خرید تزریق کنه. یک مکانیزم بزرگش ایجاد کسری تراز در بازرگانی خود آمریکا بود. امروز هم که هست، هر سال حدود 500 تا 800 میلیارد دلار آمریکا جنس بیشتر میخره تا از اونی که میفروشه. چیزی که آقای ترامپ در برایش واسطه میگه نباید اینطوری باشه، به چین مرتب غر میزنه که شما بیشتر میفروشید از ما کمتر میخرید. علت این که انجام میگیره اینه، آمریکا وقتی میخره دلار میده. دلار پول محلی آمریکاست، ارز که نیست. برای ما ارزه، برای فرانسه ارزه، برای تمام 188 کشور دنیا ارزه. ارز شد یعنی تو باید جنس بفروشی در برایش پول بگیری. برای آمریکا که ارز نیست. آمریکا میتونه بره پشت ماشین چاپ کنه، تمام این کاغذا میشن دلار، میتونه هر چی خیر. در نتیجه تریلیون ها دلار بدهی فدرال رزرو به دنیا پدید میاد. این جنبه به صورت داونسایزش منفیشه، ولی جنبه مثبت اینه که تجارت در این مدت تونست چندین و چند برابر در دنیا گسترش پیدا بکنه و چندین ده میلیون نفر از جمعیت جهان از فقر بیان بیرون، اقتصاد جهانی روش کنه. در نش علت اوورف بودن نظام مالی که دیگه این تنگنا از میزان پول جهانی یعنی دلار برخاست، این بود که پشتوانه رو برداشتن. این داستان پشتوانه در سطح بین المللی بود. سوال شما محدودتر بود، من سوال پاسخ گسترده‌تر دادم، ولی نه هیچ محدودیتی وجود نداره. هر دولتی میتونه هر چه مقدار میخواد من میتونه چاپ کنه. جعل اسکناس دیگه معنی نداره. جعل معنی نداره. هر کس پول خودش میتونه چاپ کنه. ولی عرض کردم اینجاست که ببینی این نکته رو نگفتم. علت اینکه
بانک مرکزی حتماً و حتماً و حتماً باید مستقل بشه از بعض دولت، برای اینکه از اینکه تامین کننده کسری بودجه دولت بشه در بیاد. این ضامن حفظ ارزش متری است که با اون متر عمل کرده خود دولت هم اندازه گرفته میشه. در چه نمیشه دولت مسئول خود متری باشه که میخواد عمل کرده خود چند اندازه بگه. پول مدرن، چه من این رو اقلن 10 بار در جاهایی نوشتم، پول مدرن پول مدنی است. یعنی با مدنیت و تمدن ارتباط داره. بله بله. پول مدرن از میکردم پول مدنیست، تمدنیست. تفاوت چه ارز کنم براتون؟ پول سابقه که بود خود پول کالا بود، یعنی طلا، نقره، مویز، گندم، جو، گاو، شتر، همه اینا خودشون قابل مصرف هم. یعنی ارزش ذاتی داشتن اینا، intrinsic value، ولو intrinsic، intrinsic value داشتن، ارزش ذاتی داشتن پول. وقتی اینو بر میداری میگی نه دیگه پشتوانه وجود نداره، ارزش ذاتی نداره، اون تبدیل میشه به کاغذ. ارزش اون به اندازه تولید ملی است. این حفظ توازن بین تولید ملی و مقدار اسکناس وظیفه مهم و حیاتی دولته. عرض کردم اهمیت بانک مرکزی به اندازه بزرگترین اختراعات تاریخ بشری هست. این نهاد نهادیست بسیار محترم، باید مستقل باشه و پول مدنی رو اداره کنه. مشکلی که ما در ایران بعد از انقلاب اسلامی پیدا کردیم اینه، روحانیت سر کار اومده، درک روحانیت از پول از حد مکاسب فراتر نمیره. مکاسب حلال و حرام کسبا رو توضیح میده. اگر شتر رو درست عقر نکردی، درست ذبح نکردی، گوش میشه خورد، نمیشه خورد. اگر حیوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت میشه گوشش خورد یا باید برد به همسایه فروخت. بحث بر سر این است. شراب رو نمیشه بعد خرید و فروخت. این بحث مکاسب. با این بحث شما چگونه میخوای پول مدرن مدنی رو بفهمید؟ هیچ. جمهوری اسلامی با این درک فوق العاده پریمیتیو بر سر کار اومد که از درک مکانیزم بانک مرکزی کاملا ناتوان بود. از این نظر وقتی انقلاب اوایلش بود، امام از گرفتن انگشتری فلان زنی که اومد، بیوه زنی که اومده و پلوش، ابا نمیکرد. اون میداد اینو میگرفت. ولی وقتی فهمیدن که بابا خزانه یعنی بانک مرکزی، تو میتونی پول چاپ کنی، از طریق چاپ پول ثروت تمام مردم رو بگیری، در نتیجه کار به اونجا رسید که اینا حجم پول رو به چند هزار برابر اضافه کردن و با این کارهایی که در آرزوهاشون بود تونستن عمل کنن. یکی از آرزوهاشون این بود که کارمندانی که تا دیروز با ما افاده میفروختن، ما فقیر بودیم ولی کارمندا با پوز و دک میومدن میرفتن با اتومبیل ها. ما میخوایم اینا رو زیر دست خودمون بکنیم، اینا رو بکنیم کارمند فقیر، خودمون غنی بشیم. اینو شما نمیتونی بگی که آقای دکتر سعد شما تا دیروز اینقدر حقوق میگرفتید ما 1/10 حقوق بهتون میدیم. نمیشه. ولی این کارو میشه کرد. قدرت خرید پول رو میکنیم 1/20 با ایجاد تورم. حقوق ایشون هم میان 50% اضافه میکنیم. در نتیجه پولی که ایشون میگیره 15 برابر قیمتش از دست میره. یه طبقه فقیر، طبقات متوسط تبدیل میشه به فقرا. یه گروهی که به علت دسترسی به امکانات و رانت ها و خودی و غیر خودی امکان دارن بیان میلیاردرها. این منو به دیگر مسئله دیگری رهنمون میشه، حیف خدمتتون نگم. آقای آمارتیا سن، اقتصاددان انگلیسی هند تبار، برنده جایزه نوبل، این کشف بزرگی کرد. به خاطر اون کشفش جایزه نوبل بهش دادن. کشفش چه بود؟ مطالعه قحطی جامعه بنگال در 1951 که در اونجا 3 میلیون نفر از گرسنگی مردند.
خب هر کسی خبر میشنوه میگه خب قحطی اومده، غذا نبوده، فلان. این نشون داد که نخیر، گندم کم بود نداشت، مواد غذایی کم بود نداشت، همه چی بود، بازارها پر بود، ولی مردم از گرسنگی مردند. چرا؟ برای اینکه یه نظام دوگانه حاکم بود. کسانی که در استخدام این نظم نوین بودند، حقوقی میگرفتند که اداره میشدند. اونایی که وارد این نظم مدرن نشده بودند و با حقوقهای دوران کاستی اداره می شدند، قدرت خرید نداشتند و قیمت در بازار از طریق تولید مارجینال اون طبقه مرفه تامین میشه. یعنی در یک جامعه که ایران داره، من بارها گفتم ایران داره به اون پدیده نزدیکتر میشه، شما کافیست که در ایران 5 میلیون نفر داشته باشید بتونه با اون قیمتها خرید کنه، بقیه مردم از گرسنگی بمیرند اتفاقی نمیفته، بازار میاد، کالا میاد، پر میشه، خرید شروع فروش میشه، اداره میشه بازار. مشکل سیاسی میشه که مردم تا کی تحمل میکنن. توجه میکنید؟ این مسئله کشف نوع جدیدی از فقره که خود ناشی از رشده، رشد نامتوازنی که گروهی رو پدید میاره که اونا به هر قیمت میتونن بخرن و اون قدرت خرید قیمت بازار رو تدوین و تزوین میکنه و اکثریتی که از اون نظام پس میفتن توان خرید نداره. بهترین نمونه شما بودیم ایران مال جدیدی است که در تهران ساخته شده. یکی از بزرگترین لوکس‌ترین نوع خریداراش یک طبقه بسیار کوچکی هست، ولی خب کافیست اون اندازه که اون میخواد بفروشه خریدار داشته باشه و این خریدار ممکنه در ببینید به ضریب جینی اشاره کردن دوستانی که در این اقتصاد آشنایی دارن میدونن ضریب جینی، ضریب جینی توضیح چیز رو نشون میده که 10% مردم چند درصد، 10% بالای مردم چند درصد درآمد دارن، 10% پایین مردم چند درصد درآمد دارن. اینو برای ضریب جینی ثروت هم داریم، درآمد هم داریم. درآمد و ثروت دو مقوله جدا. ممکنه درآمدم ماهی مثلا فقط 2000 پوند باشه، 2000 یورو باشه، ولی ثروت بیشتر داشته، ملک دارم، خونه دارم، اینطوریه. بنابراین این جداست. توزیع ثروت که نامتوازن تر است از توزیع درآمد. ایران را عرض می‌کنم. توزیع درآمد. قبلا در دوره نظام شاهی مطالعه داشتیم. حدود 10% جمعیت حدود 34% درآمد رو صاحب بودن. 10% پایین هم یادم نیست، 5-6% درآمد رو صاحب بود. یعنی اختلاف درآمد حدود مثلا 6-7 برابر بود بین این 10% بالا 10% پایین. امروز 10% صحبت نکنید، امروز حدود 1% 1 در 1000 جمع درآمد های کلان دارم. برای اینکه جمع این آقایون رو جمع بزنه 100,000 نفر نمیرسن که همه امکانات رو دارن. درچه ضریب جینی گمراه کننده است. ضریب جینی رو 10% میگیرن، 10% بالا 10% پایین. اگر شما به جای 10% 1% بگیرید، 1 در 1000 بالا و 10% پایین، اینجوری بگیرید 1 در 1000 بالا درآمدهای هر فردشون چندین هزار برابر اونای دیگه است. اینا میتونن بازارهای مدرن رو بچرخونن، ماشینای لوکس رو بخرن، تو خیابون مانور بدن، ویلاهای بسیار بسیار شیک بسازن در بالا و در زرفران و زرفرانی و خلان بودن. اینا این نظام میتونه ظاهرش رو اینجوری حفظ کنه، ولی در عمل مشکلش اقتصادی نیست. چون یک بارم برز خب اقتصادی مورد مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسی است. یعنی مردم تا کی تحمل میکنن مسئله اینه، ولی در اقتصاد فرمولی وجود نداره برای اینکه این قضیه چگونه میشه بدن. قرمی یک سال کنجکاوانه خیلی مهم نیست. قدیما یادتون هست، شاید شما مثلا یادتون باشه، رو اسکناسا 5 تومانی رو 10 تومانی مثلا نوشتن 1 پهلوی، 50 تومانی رو نوشتن 5 پهلوی، 100 تومانی یادتون میاد 100 تومانی. این چطور شد که اینا حذف کردن از رو اسکناس؟ ببینید این همون بر مبنای پشتوانه است. یعنی هر پولی در دلارها آمریکا می‌نویسن، این دلار آمریکا برابر است با اینقدر 100 گرم طلا می نوشتن. از وقتی پشتوانه رو برداشتن این دیگه نوشته نمیشه. در نتیجه برمیگردیم به پول مدرن و پول مدنی و تولید ملی، اون مقوله هست شده.
یعنی پهلوی منظور پهلوی سکه طلا که از عیارش هم معلومه تعریف شده است دقیقاً دیگه چرا خب قیمت اون سکه خیلی بیشتر از اون اسکناس بود بعداً نه بعدا بالا رفته بعد آزاد شدن ولی اون روز شما اگر اسکناس رو میدادید بانک مرکزی موظف بود یا اون خط طلا به شما بده خب حالا اینو من امتحان نکردم امتحان کردم بعد طلا رو نگرد داشت سوالی هست آیا سوالی هست خسته خسته دوستان خیلی ممنونم از شکیبایی حسین